به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام عرض می‌کنیم خدمت همه شما دوستان عزیز. امیدوارم هر جا هستین حالتون خوب باشه و اوقات خوب و خوشی رو هم تا این لحظه سپری کرده باشین. ممنون و متشکریم که با نظرها و پیشنهادها و البته انتقادهای سازندتون سرخط رو همراهی می‌کنین. یادش بخیر، پارسال همین موقعا برانداز و سلطنت طلب با هم دیگه متحد شده بودن و از زیر پتو توییت می‌زدن جمهوری اسلامی برف سال آینده را نخواهد دید. هیچی خواستم بگم عجب برفی میاد، چقدرم هوا سرد شده. حالا به همین بهانه یکم زیبایی ببینیم از جنگل‌های سفید پوش گیلان حظ کنیم. حالا این تصویر رو هم داشته باشین عزیزان، اینجا نه تهرانه، نه مشهده، نه اصفهانه، نه جای دیگه، اینجا پاریس دوستان، قلب رمانتیک بازی های اروپا و پرچم ایران که شده نماد مبارزه جهانی با سلطه‌گری غرب، برسد به دست اون ابلهی که فکر میکرد جمهوری اسلامی رفتنیه، مخصوصا من و تو و مخاطبان. حرف از این رفتنی ها شد، اینو ببینیم همینجا. خبر برشیده شدن بساط شبکه من و تو بعد از 14 سال کار تلویزیونی در خارج کشور. شاید این خبر برای تو، ببخشید برای شما، حد من که کاروبار و مشغله اصلیم در 6 دهه گذشته تلویزیون بوده است، ناگوار نباشد. اما برای من تلختر و زیانبارتر از آن است که در کلمه ناگوار قابل توصیف باشد. و چه گروهی متشکل از جوانان مستعد و پرتوانی بعد از این حادثه بیکار یا پراکنده خواهند شد. برای اونایی که نمیدونن باید بگم که ایشون پرویز صیاد هستن، همون صمد آقای خودمون که اینجوری از رفتن و جمع شدن بساط من و تو ناراحت شده. در یکی از سفرهای نمایشی وقتی گذارم به لندن افتاد، کیوان عباسی مدیر جوان شبکه من و تو مرا به تماشای قسمت‌های جدیدی که در تلویزیون راه اندازی شده بود برد. وقتی او را در اوج شوق و امید با آینده شبکه‌ای که سرپرستیش را بر عهده داشت دیدم، خیلی به وجد آمدم و رویش آرزوی موفقیت کردم. اظهار امیدواری کردم با همین ذوق و همین شوق و با همین انرژی مثبت او را سرپرست یک تلویزیون مستقل و غیر دولتی در ایران آینده ببینم. و امروز به خود میگویم چی فکر میکردین چی شد؟ ما که خیالمون راحت بود، حتی به شما و امثال شما هم هشدار دادیم که این جمهوری اسلامی بیدی نیست که با این بادها بلرزه، ولی خب کو گوش شنوا. یه عده دیگه هم بدجوری ترس برشون داشته دوستان که مبادا به سرنوشت من و تو دوچار بشن و شروع کردن به دم تکون دادن واسه ارباب. به باور من این نکته درستیه که به طور خاص تلویزیون از مقاومت خاصی برخورداره و همین یکی از چند دلیل اهمیت ویژه تلویزیون برای بی بی سی فارسی و بی بی سی جهانی و برای ما داشتن تنوع برای دسترسی به مخاطب خیلی مفیده. میخوام تاکید کنم که تلویزیون به این دلیل در میان دلایل دیگه برای ما از اهمیت زیادی برخوردار. دقیقا من میخواستم همین جواب آخر رو بشنوم. شغل من و تو حتما میمونه. ممنونم از شما تیم آپول، متشکرم که اینجا با ما بودید. خیلی ممنون از اینکه وقتتون رو به برنامه ما دادید. یعنی ذوق مرگ شد بدبخت، انگار خوشرخصی به دولت انگلیس واسه عوامل بی بی سی که جز خیانت به وطن شغلی ندارن بهترین کار به حساب میاد. بگذاریم آقا، میخواستم اینا رو ببینین تا متوجه بشین با چه جماعت مهر سوخته ای طرفیم. بریم یه سری بزنیم به دادگاه لاهه و پرونده اسرائیل. خب بعد از اون که دولت آلمان اعلام کرده که قصد دارد در پرونده آفریقای جنوبی علیه اسرائیل در دادگاه بین المللی دادگستری لاهه به سود اسرائیل به عنوان طرف سوم مداخله کنه، رئیس جمهور نامیبیا در بیانیه‌ای که بازتاب بسیار بسیار گسترده و فراوانی داشت حسابی از خجالت آلمانیا درآمد. رئیس جمهور نامیبیا در این بیانیه اعلام کرد آلمان تصمیم گرفته در دیوان بین المللی دادگستری از اقدامات نسل کشی دولت اسرائیل علیه غیر نظامیان بیگناه در غزه و سرزمین‌های اشغالی فلسطین دفاع کند. هیچ انسان صلح دوستی نمی‌تواند غزه و اقدامات اسرائیل را نادیده بگیرد. آلمان از تاریخ خود درس نگرفته است.
این بیانیه به اولین نسل کشی قرن 20 توسط آلمان در نامیبیا بین سالهای 1904 و 1908 اشاره میکنه که طی اون ده ها هزار نامیبیایی بیگناه در شرایط فجیعی جان باختن. و اینم بگم که آلمان رسماً در سال 2021 به این نسل کشی اعتراف کرد. رژیم صهیونیستی هم بعد این قضایا و این دادگاه زده تو خط ننه من غریبم بازی و اعتراف به شکست. این خبر رو داشته باشین، طبق اعلام ارتش رژیم صهیونیستی طی 100 روز جنگ در غزه 11000 موشک به اراضی اشغالی شلیک شده. در این میان 9000 موشک و راکت از غزه و 2000 موشک از جنوب لبنان شلیک شده. ارتش رژیم صهیونیستی همچنان به ضربات وارده به حدود 9000 نظامی این رژیم و روانی شدن این نظامیان اعتراف کرد. در گزارش رژیم صهیونیستی ادعا شده که به 30000 هدف در رژیم صهیونیستی حمله شده. همچنین لازم به ذکر همین الان که داریم این ویدیو رو براتون تهیه می‌کنیم، یوآف گالانت وزیر دفاع اسرائیل در اظهار نظری واقعا عجیب برگشته گفته که حضور یک تشکیلات خودگردان قدرتمند فلسطین به نفع امنیت اسرائیل هست. من واقعا در این زمینه نظری ندارم. یه جورای قفلم. تحلیل این خبر با شما. همزمان با این اعتراف رژیم صهیونیستی، اتحادیه اروپای نایس و صلح دوست هم خبر داده که قراره به صورت رسمی و نظامی وارد دریای سرخ بشه. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از انجام اقداماتی برای مأموریت مشترک اروپایی در دریای سرخ خبر داد و گفت پیشنهاد من برای مأموریت در دریای سرخ به کشورهای اتحادیه اروپا ارسال شده. بورل گفته که پیشنهادی را به کشورهای اتحادیه اروپا ارسال کرده تا در پی حملات یمنی‌ها بکشد های عبوری یک مأموریت دریایی در دریای سرخ ایجاد کنند تا امنیت کشتیرانی تضمین شود. جدا از اینکه چند تا کشور اروپایی همون اول دومشون رو گذاشتن رو کولشون و فرار کردن، در مورد کشتیهایی که ارتباطی با اسرائیل ندارن بارها صحبت کردیم دیگه. لازمه بگم این تصمیمات از کجا میاد؟ این در حالیه که عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن در گفتگو با خبرنگارها تاکید کرده که آمریکا و شرکاش با تجاوز به یمن درهای جهنم را به روی خود گشودند. علی القهوم اضافه میکنه به آمریکایی ها میگوییم که اقدامات و تحرکات شما علیه یمن شکست خواهد خورد و با تمام قدرت با شما مقابله خواهیم کرد. باید آماده ضربات راهبردی یمن باشید و قطعا از این تجاوز پشیمان خواهید شد و بهای سنگینی را به خاطر این تجاوز پرداخت خواهید کرد. این در حالیه که مقام‌های اطلاعاتی آمریکا به روزنامه نیویورک تایمز گفتند که هیچ مدرک متقنی وجود ندارد که ایران دستور حملات اخیر به کشتی‌ها در دریای سرخ را صادر کرده باشد. بنا به استدلال این منابع، هدف اصلی گروه‌های نیابتی است که بدون برافروختن جنگی که تهران از آن اجتناب می‌کند، راهی برای ضربه زدن به اسرائیل و آمریکا بیابند. با این حال این مقام‌ها ادعا می‌کنند که بدون شک ایران از اقدام‌های یمنی‌ها حمایت گسترده میکنه. در مورد حمایت ایران از محور مقاومت که اصلا شک نداشته باشین، بارها تو سرخط هم در مورد صحبت کردیم. ولی به نظرتون چی میشه که بعد از این همه مدت که اینا یه سره جمله کار کار ایران از زبونشون نمیافتاد این حرفا رو میزنن؟ به نظرتون خبرایی هست؟ خیلی ممنون و متشکرم که تا انتها با ما همراه بودین. لطفاً لایک و سابسکرایب ها فراموشتون نشه و سعی کنین این ویدیو رو واسه دوستاتون هم بفرستینش. تا یه ویدیوی دیگه در پناه حق باشین.